بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تعبیری از امام حسن علیه السلام خطاب به معاویه بعد از اینکه حکومت سقوط کرده و به دست اموی ها افتاده، بیانگر فلسفه اتفاقاتی است که در اون موقع افتاد. طبیعی نیست بر اون چه که در طول تاریخ اتفاق میفته. همین الان هم شما ناظر به مباحثی که همین الان در جهان اسلام هم درگیره به این مسئله توجه بفرمایید. نقد شده بعد از اینکه حکومت به دست معاویه میفته، معاویه در جمعی که از بزرگان اموی و هاشمی و بنی هاشم و دیگران همه هستند و امام حسن و امام حسین علیه السلام هم قبل از اینکه هجرت کنن به مدینه و کوفه و شام بشود مرکز نظام ظاهرا اسلامی و مدینه میشه از این پس پایتخت نهضت، یعنی حفظ نظام و نهضت با هم دیگه امکان نداره. امام حسن علیه السلام باید انتخاب میکردن بین نظام و نهضت، یعنی یه حکومت با اسلام سوری غیر انقلابی غیر علوی او رو حفظ کنن، یک جنگ قدرت با معاویه که اون جنگ هم شکست میخورد، یا بر سر این دوراهی نهضت رو انتخاب کنن، یعنی نظام که جنبه وسیله داره برای نهضت که نهضت عدالتی و تربیتی است و جنبه هدف داره، نظام رو رها کنن تا نهضت رو بتونن حفظ بکنن. مدینه میشه پایتخت ادامه نهضت عدالت خواهانه و توحیدی و تربیتی و جبهه اسلام ناب حکومت رو از دست میده. امکان نداشت که امام حسن حکومت رو با محتوای حکومت هر دو رو حفظ کنن. و به شما بگم این اتفاق از قبل از امام حسن، از زمان امام علی سلام الله علیه افتاده. اون دفعه یک اشاره کردیم که اگه کسی میخواد معاویه رو بشناسه، ببینه که یک جنگ شکست خورده، یعنی صفین رو تبدیل کرد به حکمیت و انشقاق انداخت در سپاه امیرالمؤمنین. معاویه چون این کسی است و امام حسن علیه السلام یه چون این کسی رو پشتشو به خاک میرسونه، درست در موضع عکس، یعنی در شرایطی که حالا معاویه برنده است به لحاظ نظامی. امام حسن در هر صورت سپاه امام حسن شکست خورده بود. حتی این امکان وجود داشت که امام حسن نه به دست معاویه بلکه به دست نیروهای خودشون شهید بشن، چون که به دست نیروهای خودشون ترور شدن. اصلا لازم نبود، امکان اینم بود که معاویه بیاد یک مجلس عزاداری مفصلی برای امام حسن بگیره، یعنی هم بگه که ایشون مقاومت کرد، خواست قدرت رو نگه داره، چسبیده به دنیا مردم. بعد امام حسن همونطور که در درون اردوگاه خودشون ترور شدن، همون اتفاقی که قبلا در اردوگاه امیرالمومنین افتاد که مالک اشتر در چند قدمی خیمه معاویه داشت برنده میشد، انشقاق و شکاف ایجاد شد در سپاه امیرالمومنین، انشعاب ایجاد شد، قضیه خروج و خوارج اتفاق افتاد. خروج یعنی انشعاب، یعنی کسانی از داخل از پشت جبهه امیرالمومنین از سربازان علی علیه السلام شمشیر کشیدند و گفتند که ما معنی این جنگ رو نمیفهمیم. اینا قرآن بر سر نیزه بردن، قرآن رو شفیع کردن، به قرآن پناه بردن، اینا دارن میگن قرآن حکم باشه، جنگ قرآن با قرآن، ما به سمت سپاهی تیراندازی کنیم که قرآن ها رو بردن بالا. خب این معاویه با همین شیوه ها توانسته سپاه امیرالمؤمنین رو متلاشی بکنه، حکمیت رو بیرون آورده، بخشی از سپاه امیرالمؤمنین رو علیه امیرالمؤمنین شورونده، که یکی از همینا بعدن علی ابن ابی طالب رو ترور کرده، ابن ملجم. ابن ملجم عملیات انتحاری کرد. ابن ملجم دقیقا یک تکفیری انتحاری بود، منتها با سابقه شیعی. ابن ملجم جزو به لحاظ سیاسی قطعا جزء شیعیان علی بود، به لحاظ کلامی اعتقادی هم احتمالا جزو سربازان علی است، فدایی علی بوده، که حتی یه وقتی حضرت امیر
تنه میزنن متلک بهش میگن، یه جوری بهش میفهمونن که یه وقتی تو حتی تو با من در میفتی و اینا، ابن ملجم تو فکر فرو میره، ناراحت میشه، میگه آقا منظورتون چی بود از این حرف؟ فشار بر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در حدی است، پشت جبهه در حدی شکاف برداشته و دشمن در حدی فتنه و شیطنت میکنه که از تعمیر چند بار در روایات نقل شده که میگن که خدایا اشق الاشقیا رو برسون. کی اون پسر مرادی میاد و من رو از دست این مردم نجات میده و به تو ملحق میکنه که من به محضر تو بیام، خسته شدم. همه اینا رو دارم عرض میکنم که علی سلام الله علیه که تکیهگاه همه انقلابیون و موحدین عالم تو همین الان، تا الان شما هر کاری میخوای بکنی میگی یا علی، یک یا علی توحیدی البته نه مشرکانه، یا علی در راستای یا الله میگی. این علی که میگی یا علی به ستوه آمد، سرش تو چاه میکرد، گریه میکرد، با خدا راز و نیاز میکرد و چند بار گفت خدایا ابن ملجم رو، پسر مرادی رو برسون. یکی از کسایی که امیرالمؤمنین رو با شیوه های ناجوان مردانه، خیانت، رشوه، دروغ، تهمت، شایعه، رشوه، هزار کسافتکاری، مظلوم نمایی، از اون طرف موعظه، سخنرانی داره، معاویه نامه داره به امیرالمؤمنین میگه اتق الله، به علی میگه تقوا داشته باش، یعنی یک آدم صد چهره. امام حسن علیه السلام، توجه کنید، امام حسن علیه السلام یه چنین آدمی رو آچمز کرده به قول شطرنجی ها، و بلکه کیش و مات کرده، یعنی کاری کرده که این کسی که علی ابن ابی طالب رو در شام بین مردم مسلمان کافر جا انداخته بود، که وقتی امیرالمومنین در همین ماه مبارک شهید میشن در مسجد خبر میرسه، مردم غرب جهان اسلام میپرسن مگر علی مسلمان بوده که تو مسجد کشتنش؟ ببین جنگ روانی و جنگ تبلیغاتی در چه حد. مدفعه ارز کردم اگر اینترنت و ماهواره داشت معاویه، ببین چی کار میکرد با افکار عمومی در دنیا. اون زمان کاری کرد که تا چند دهه در تمام جهان اسلام رو منبرها علی رو لعن میکردن، اینجور این خبیث، اینجور جهان اسلام رو. خیلی کار پیچیده فرهنگی کرده، خیلی کار فرهنگی، یعنی اولین مسلمان را و وصی رسول الله رو تا بیش از نیم قرن، 70-80 سال در تمام نماز جمعه ها و منبرها هر کس موعظه میکرد، منبر میرفت احکام و مسئله و تفسیر و قرآن میگفت، علی رو لعن میکرد، میگفت دشمن اسلامه. شما میخوام معاویه رو بشناسید، بعد امام حسن رو بشناسید. صلح حسن اصلا این کلمه غلطی هست، این تعبیر درست نیست. صلح حسن و معاویه نیست اصلا. امام حسن معاویه رو پیاده کرد، در اوج قدرت کشیدش پایین، زدش زمین. حالا این تشبیه ها خوب نیست، ولی اگر بخوایم یک کمی برای جوانایی که تو جلسه هن آشنا بشن، فوتبال ها رو مثلا دیدید، یک فوتبالی بود چند وقت پیش، یک تیمی 3-0 عقب بود، دقیقه 90 و وقت اضافی 4 تا گل زد 5-3 برد. از یک جهت گرچه تشبیه غلطیه، با معاویه این کار کرد. امام حسن به لحاظ محاسبات مادی و نظامی هیچ نقشی در این شکست نداشت، با یک سپاهی که توش خوارج هستن، تعصبات قبیله ای هست، منافقین هستن، یه عده انقلابیون واداده که قبلا انقلابی بودن، زندان رفتن، سابقه جهاد داشتن، قبل از انقلاب زندان بودن زمان شاه، بعد تو جنگ ایور اوور هزینه پرداختن، آدمایی که 100 بار باید شهید میشدن، نصف اینا صحنه رو ترک کردن، رفتن دنبال مسائل شخصی زندگی هاشون، یه عده بیطرف شدن، یه عده خسته شدن، یه عده فاسد شدن. این قضایای انقلاب ما خیلی کمک میکنه به این که بفهمید صدر اسلام چه اتفاقاتی افتاده. ما تا قبل از این قضایا واقعا خیلی چیزا فقط برای ما میخوندیم تو تاریخ. امام حسن علیه السلام با یه تیپای سر و کار داشت که اهل همینجور کارا شده بودن، بعضیاشون سوابق انقلابی داشتن، بعضیاشون
باید شهید میشدن چند بار. بعد بعضی از افسران شیعیان و سربازان خاص امیرالمؤمنین دیگه بعد از شهادت امیرالمؤمنین بریدن. این قضیه مشهور امام حسن وقتی سپاه معاویه دارن میان تو مسجد سخنرانی میکنن میگن این داره میاد پوستتون رو میکنه، اگر کسایی به هوای دنیای بهتر میخوان تسلیم بشن بدانن دنیا بعد از معاویه دنیای شما بدتره، آخرتتون هیچ، دنیاتون هم خرابتر میشه، دنیاتون رو آباد نمیکنه. میاد اینجا بیخی خفتتون رو میگیره، پدرتون درمه، تغییرتون میکنه. جمعیت صدا زد که نه بسه، شعار دادن ها. امام حسن گفتن که برای خودتون بجنگید، شعار دادن بسه بسه، جنگ بسه، تو حقی، تو راست میگی، ولی دیگه نمیخوایم بجنگیم. امام حسن فرمود که شما رو به زور نمیتونم ببرم جبهه. که میخوام بگم قضیه اینجوری نبود که شما فکر کنید یه حکومت 100% مستقری از زمان امیرالمومنین به امام حسن رسیده بود، نه، عملا این فروپاشی و شکاف در حکومت از زمان امیرالمومنین شروع شده بود. حضرت امیر نتونستن یک سپاه فراهم کنن، سپاه 100,000 نفری میخواستن فراهم کنن، 10 لشکر 10,000 نفری داشتن آماده میکردن که برن کار معاویه رو یکسره کنن، 100,000 تا رزمنده آماده نشد. و اینقدر شایعه، فتنه، تهمت، دروغ. بنابراین این حواس دوباره تکرار میکنم چون خیلی عکس این قضیه تو ذهنشونه. یک جنگ 100% شکست خورده رو امام حسن سلام الله علیه در برابر یک چنین آدم که مظهر فتنه است، چند چهره. تا همین الان قضاوت واحد مشخصی راجع به معاویه در جهان اسلام نیست، اینو بدونید. اینقدر اسناد تاریخی رو دستکاری کرد، جعل حدیث کرد، بعد آدم خطیب، سخنران، اهل قلم، روشن فکر، سخنرانی های بسیار زیبایی داره که بعضی وقتا تو همین نهج البلاغه جناب سید رضی یه خطبه از تعمیر نقل میکنه، بعد زیرش میگه در ضمن بعضی ها گفتن این خطبه سخنرانی مال معاویه است. یعنی اینقدر شبیه امیرالمومنین و پیامبر، اینقدر قشنگ حرف میزد. البته سید رضی میگه چنین سخنرانی از چنان کسی بر نمیاد، این سخنان بوی خدا میده، این حرفای علی است. امام حسن علیه السلام یه چنین کسی رو از قدرت سیاسی، مشروعیت پایین کشید، جنازه قدرت رو به او تحویل داد، لاشه بو گرفته قدرت رو به او داد که نمیتونستم نگه داره. عرض کردم اگر امام حسن می جنگید که شکست قطعی بود، یکی از یه دو سه تا اتفاق می افتاد. یا امام حسن و امام حسین و همه اینا کشته می شدن، دیگه ریشه مکتب تشیع اسلام ناب برای همیشه زده می شد. یعنی دیگه اسلام پیغمبر و اهل بیت زمان معاویه کلن قطع می شد، تمام. از او به بعد تمام جهان اسلام 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 معاویه و یزید و اینا بود، چون بعدا دیگه امام حسین هم نبود که کربلا باشه و یزید رو پایین بکشن. بعد از مدت می دونید یزید 2-3 سال بعد از کربلا چند سال بعد کشته شد. حکومت شاخه سفیانی، یعنی شاخه باند معاویه و فرزندانش سقوط کرد. بعد شاخه مروانی آمد سر کار، شاخه مروانی از بنی امیه آمدن، اونا هم سقوط کردن. حتی بنی عباس با شعار اهل بیت و حق اهل بیت و حتی حق علی قیام کردن، منتها کودتای اتفاق افتاد و سوار بر موج انقلابی شدن که اون انقلاب انرژیشو از اهل بیت میگرفت. پس اگر می جنگیدن و شکست می خوردن، او دفعه اشاره کردم، یا همه اینا کشته می شدن، امام حسینی هم نمی موند برای بعد، هیچ کس نمی موند. اسلام کلن در تا الان می شد اسلام ما و شما هم الان اگه مسلمان بودیم اسلام معاویه بود، یا اینها رو زندانی می کرد و تمام شیعیان رو نابود می کرد، اینا رو می زشت تو زندان تا آخر. باز نتیجهش همی بود، مکتب اهل بیت تشیع دیگه نمی نبود، اسلام ناب نبود. یا به احتمال قوی معاویه اینا رو میگرفت، بعد نمیتونست که به امت بگه فرزندان پیغمبر رو من تو زندان نگه داشتم، که حسنین رو که اینقدر پیغمبر راجع بهشون حرف زدن، گفته انا من حسن، حسن حسنون منی و انا من حسن، حسینون منی و انا من حسین. معاویه زرنگتر از بود که این کارو بکنه. چیکار کرد؟ چون که بعدن گفت، بله یک روایت دیگه هم هست، معاویه تو منی و انا من معاویه، اینم پیغمبر گفتن، جعل حدیث کرد، گفت ای بو او در.
بعد امام حسن امام حسین رو میگفت آزاد شده های معاویه هن. اینا ابو سفیان و اینا آزاد شده های پیامبر بودن دیگه، که بعدها حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا که اسیر میشن چی میگن؟ بن یبن طلقا، شما بچه های نسل بعدی آزاد شده ها به دست جد ما پیامبرید. ولی از اونجا به بعد عکس میشد، میگفتن حسن و حسین رو معاویه گرفت بخشید، به بزرگی خودش به بزرگواری خودش بخشید، گفت بخشیدمتون برید ولی دیگه تو کارای سیاسی دخالت نکنه. یه احتمال دیگه همون کاری که با خیلی ها کرد، معاویه خیلی ها رو مستقیم زد، خیلی ها که شخصیت های برجسته بودن غیر مستقیم با واسطه ترور میکرد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه به دست خوارج ترور شدن، پشت صحنه‌اش معاویه است. به احتمال قریب به یقین که من ادله براش دارم که الان وقتش نیست، چون اون شب قرار بود 3 ترور انجام بشه، 1 ترور موفق انجام شد. اون شب قرار بود خود معاویه و امرئاس هم ترور بشن به دست خوارج. خوارج 3 نیروی انتحاری در کنار هجر اسماعیل پیمان بستن که شب قدر این 3 نفر رو بزنن، امت اسلام از جنگ نجات پیدا کنه، هیچ کدومشون نباشن. امت اسلام فدای جنگ قدرت بین علی و معاویه و امرئاس شد. 3 تایشون اثر را برمی‌داره و 3 عملیات انتحاری یک شب صورت گرفت. تنها عملیاتی که موفق بوده عملیات ابن ملجمه. امام حسن رو هم به دست همین تیم شیعیان سابق و خوارج بریده ها ترور میکنه. سعد ابن ابی وقاص رو معاویه به همین شیوه مسموم کرده و کشته. عایشه رو مسموم کرده و طبق یک روایت به شکلی که اتفاقی جلوه کنه این رو تو چاه انداختن، سقوط در چاه. حالا شما بررسی کنید عایشه چطوری از دنیا رفته، چون عایشه با علی ابن ابی طالب نساخت اما با معاویه هم درگیر بود، با عثمان هم درگیر بود. جناب عایشه که یک و عثمان رو تکفیر کرده، میگه کافره. سعد ابن ابی وقاص رو مسموم کرده کشته، چون با معاویه بیعت نکرد. گفت تو شاهی خلیفه نیستی. گفت من با علی بیعت نکردم اما تو با علی قابل مقایسه نیستی. با علی هم من بیعت نکردم ولی تو از او کجا تو کجا. سعد ابن ابی وقاص رو میکشه، پسرش رو میاره تو حکومت در اختیار خودش قرار میگه، عمر ابن سعد، که بعد میفرستش کربلا. اصلا من این زندگی معاویه رو کسی بخونه ببینه با چه آدم پیچیده‌ای مواجهه. ببینید تو تاریخ ازش نقد کردن، هر چی راجع به پیچیدگی و شیطنت معاویه بگیم داریم از قدرت مدیریت امام حسن سلام الله علیه، حالا نمیگم نبوغ، چون نبوغ رو به آدمای عادی باید نسبت داد، میگم بصیرت و نور الهی که در امام حسن سلام الله علیه. امام حسن چون این کسی رو از قله پیروزی مطلق تبدیلش کرد به یک شکست خورده بی آبرو. بله که معاویه رو بشناسین، در تاریخ در روایات و منابع برادران، بعضی از برادران اهل سنت راجع به معاویه اینا که میگم اونجا نقل شده، میگن آدم بسیار با ظرفیت، با سعه صدر، انتقاد پذیر، روشن فکر، شاعر و ادیب، اهل قلم و بسیار با تحمل و صبور. در مواردی برای معاویه نقد شده که بعد از اینکه پیروز شده و حاکم شده، مثلا یه پیرزنی رو آوردن که این قبلا از یاران امیرالمومنین بوده، میگن بیارنش، میگه بیارنش، میارنش رو میگه خب تو اون زمانا به من خیلی توهین کردی و اینا. اون میگه الانم توهین میکنم. گفت اون زمانا خیلی برای علی شعر میگفتی. گفت الانم میگم. خب حالا معاویه جلوی جمع برای همین که هم بقیه ببینن هم تو تاریخ ثبت شه تا الان، میگه یکی از شعرهایی که علیه منه بخون. میخونه. حالا اون زن شجاع نمیترسه، اون نمیدونسته که معاویه برنامه‌اش چیه، با خودش گفته من این شعر رو میخونم الانم منو میکشن. شعری که میخونه جلوی 2300 نفر حضار میگه جایزه بدیم بهش. خب شما اگه اینقدر سعی صدر داری، روشن فکری، خیلی اهل گفتگوی ادیان و فرهنگ ها و تمدن ها و اینا بوده، از شرق و غرب عالم کتاب های ضد دین رو میگفته بیاین ترجمه کنین، پخش کنین، منتشر کنین اینجا، ولی به اهل بیت پیغمبر اجازه نمیده نفس بکشن. اجازه میدن اینا بیان، زمان بنی عباس هم همین، اجازه میده بیان کتاب علیه اصل قرآن، اصل وحی، اصل انبیا بنویسن تحت عنوان آزادی اندیشه، آزادی بیان.
میگه همه ادیان، همه مکاتب، همه آزادن. از این جهت سید صدر روشن فکرانه نشون میدادن و بعد به خصوص در زمان بنی عباس. اما نه بنی امیه نه بنی عباس حتی یک جلسه اجازه نمیدادن فرزندان پیغمبر یک سطر آیه قرآن رو تفسیر کنن. پیروان اهل بیت رو زنده زنده لای دیوار، لای جرز دیوار میگذاشتن. اینا رو لخت میکردن تو زندانهایی که سقف نداشت. تابستان زیر آفتاب، لخت مادرزاد، زمستان در برف، همونجا بخوابن، همونجا زندگی کنن، همونجا بمیرن. جنازه هاشون رو جمع نمیکردن. یعنی تو این محیط که چهار دیواریه، یکی از اینا میمرد جلوی چشم او یکی باید میپوسید، کرم میافتاد، بو میگرفت تا تجزیه شه و استخوانش بمانه. در برابر جریانهای ضد دین سید صدر آزاداندیشی، روشن فکر میشدن. چجور؟ اصلا مرز اعتقادی نبود، آزادی بیان مطلق. کتاب علیه اصل اسلام در زمان اینا، حالا زمان بنی عباس به خصوص که کتاب و اینا، کتابخانه و کتاب نویسی مطرح شد، منتشر میشد، اما اینا حق نداشتن حرف بزنن. جایی که میدیدن ضرر نداره و خطر نداره وانمود میکردن خیلی آزاداندیشه. چند نفر از یاران خاص امیرالمومنینن که این دعوتشون میکنه، اونا فکر میکردن میخواد بکششون، میآورد بهشون پول میداد، میگفت تو با من مخالفی ولی دمت گرم، دمت گرم، برای که ثبت شد اینا. اما حقیقتش چی بود و چی کار میکرد؟ کافی بود از طرف یک کسی کمترین احساس خطر کنه. این شیوه الان شیوه آمریکا و غرب هم هست. الان شما توی آمریکا و اروپا دو تا چهره میبینید، یک چهره آزادی کامله، یعنی شما تو رسانه، توی چیز NGO اینا میتونی تشکیل بدی، هر کاری دلت بخواد بکنه، هر چیزی، از NGO همجنس بازان تا NGO نمیدونم دفاع از حقوق ماهی تا NGO کشیشان مثلا نوجوان تا هر کاری میخوای بکن. رسانه داری، حق تجمع داری، مزاحم کسی نشو. یعنی قشنگ اجازه میده توی این خیابون، میگه این ساعت از این ساعت تا این ساعت توی خیابون، مثلا کسایی که میخوان کلن برهنه لخت بلخت بیان تو خیابون، بیان نیم ساعت قشنگ رژه برن، شعاراشون چیه، از کجا شروع میشه، کجا ختم میشه، مسئولیت چه کی میپذیره، فلان فلان، این قدم حق مثلا مالیات چه باید بدید، پول چه بدید، کارتون. اون کوچه بغلی یا همین کوچه نیم ساعت بعد مخالفین اینا، طرفداران پوشش بیان، اینا مشکل نیست. اما کافیه یک اتفاقی بیفته که احساس خطر بشه برای نظام سرمایه‌داری، برای او هژمونی و هستی اصلی حاکمیت، پوستتو میکنن دیگه. یعنی الان شما ببین ایمیل کنترل میشه، تمام خیابونا با دوربینای مدار بسته کنترل میشه، تا تو خونه کسایی که بهشون شک کنن، همه چیز، تمام مسجدا میکروفون و دوربین، هم علنی هم مخفی، تمام خیابونا، ارتباطات فلان فلان، همه چی چک میشه، کنترل داری. اون لحظه که احساس خطر بشه تو آمریکا، تا وقتی سیاها، سیاه‌پوستا تجمعای کوچک پراکنده داشتن، کسی کارشون نداشت. مثلا اجازه میدادن، شما میدونید بیشتر مواد مخدر و مشروب و تخلفات و اینا توی رنگین پوستان، به خصوص سیاه پوستانه، تو اونا از نظر آزادی های مشروب و مواد و جنسی و اینا کاملا آزاد گذاشتن، تا کلا این نسل جامعه سیاه پوست و اینا که بزرگترین اقلیت در آمریکا و خطرناک میتونه باشه برای اینا، کلا اینا هپروتی و اینا باشن و اهل نه سیاست، نه فکر، نه علم، نه مبارزه، نه تلاش، نه انسجام اینا. اما دو تا موج نهضت سیاهان درست شد، یکی مسلمونا مالکوم ایکس، یکی غیر مسلمونا مسیحی ها، که یک کشیش مارتین لوتر کینگ، یک کشیش سیاه، و هر دو طرفدار مبارزه مسالمت آمیز بودن، به خصوص مارتین لوتر کینگ. هر دو تاشونو کشته، ولی هیچ کدوم رو رسما دولت آمریکا مسئولیتش قبول نکرد. مالکوم ایکس رو به دست یه سیاه‌پوست کشته. برای که ببینید معاویه چگونه عمل میکرد، شیوه هایی که امروز پیچیده ترین روش های امپریالیستی و استکباری دارن عمل میکنن، عیناً همون شیوه هایی که معاویه عمل میکرد. اکثر مخالفینشون رو به دست کسای دیگه از پا در می آورد.
و خودش هم ادای آزاد اندیشی در می آورد. امام حسنی که هنوز قرارداد صلح امضا نشده به دست نیروهای خودش تو خیمه فرماندهی ترور میشه، از ناحیه پا مجروح میشه، خونریزی داره، فرش زیر پاشو میکشن. معلوم بود که اگه معاویه میآمد به احتمال خیلی قوی به دست یکی از نیروهای خودش امام حسن رو میکش. بعدم میگفت که خودشون رو کشتن. بعدم میگفت پسر پیغمبر رو کشتید، سبط النبی رو. یادتون رفت که پیامبر ایشون رو تو بغل خودش مینشون؟ یادتون رفت پیغمبر نماز میخوند، ای حسن رفت رو دوش رو کول پیغمبر، پیغمبر به خاطر ای که بازیش به هم نخوره سجدهشو چقدر طول داد که همه مسلمین ترسیدن که نکنه پیغمبر حالش به هم خورده. بعد نماز گفتن آقا چی شد؟ گفت هیچی، حسن رو کولم بود، میخواستم بازیش تمام شد بعد سر از سجده بردارم. اینا همه رو معاویه میگفت، بعد میامد روزهشو میخوند. چنانچه نقل شده دو سه بار معاویه برای علی ابن ابی طالب روزه خونده توی جمع روایت‌های متناقض. هم روایت داریم که خبر قد شهادت امیرالمؤمنین که آمد، معاویه حیا نکرد، جلوی بعضی از اصحاب که تو تورش افتاده بودن بلند بلند خندید. هیچ وقت جلوی مردم شراب نخورده برخلاف یزید، فقط خواستش بعضی ها خبر دارن و گفتن که ما دیدیم معاویه شراب میبرن براش. در پنهان شادی میکنه، جشن میگیره که علی کشته شد، میگه کار تمام شد، حرکت کنیم بریم، الان وقتشه که این حکومت رو بکشیم پایین. در علن این بازی رو در می آورد، یعنی به کسی که علیه او شعر خونده، شعر سیاسی، دعوتش میکنه، بهش جایزه میده. امام حسن یه چنین کسی رو شکست داد. حالا دو سه تا نمونه رو ببینین. یکی که چقدر آدمای مرید رو، متملق رو پرورش میداد. ابوالفرج اصفهانی نقل میکنه که معاویه دوران خلافت داره میره مکه، خلیفه مسلمین، میرفت حج. تو مسیری که دارن میرن گاهی از نیروهای محافظ شکم هم فاصله هم میگرفت، چون تا کل مسیر تحت حفاظت بود، خاطرش جمع بود. داره با یک کسی این دوتا اسب کنار هم میرن، پشت سرشون هم یه عده دارن میان پیاده، یه عده هم محافظشن. بین راه میرسن یه جایی میرن، بچه ها دارن با هم دیگه بازی میکنن تو مسیر. این نیروهای محافظ میخوان برن بچه ها رو از سر را بزنن کنار. معاویه میگه ولشون کنیم، بچه هن اینا چیزی نیست، اینجا خطر نداره، اصلا اینا نمیدونن من کی هستم. این بچه ها همینطور که با هم سنگ میزنن، یک سنگی پرتاب میکنن، میخوره به پیشانی او کسی که کنار معاویه دارن با اسب با هم میرن، که معاویه داره برای او صحبت میکنه راجع به مفاخر قبیله ایش، که ما کییم، اجداد ما کی بودن، ما اینجوریم، اینجوریم، اینجوری. سنگ میخوره تو پیشانی یارو، بیرون نمیاره که سنگ خورده به پیشانیش، شکسته سرش، خون را افتاده. متهم میدونه که اگر آخ و اوخ کنه، صحبت معاویه رو قطع کنه، پوستشو میکنن. حالا ببینید این چهره دوم معاویه، چهره واقعیشه. راوی که داره اینو نقل میکنه خودش اهل سنته، میگه خون جاری شد، هیچی نگفت، آخم نگفت، حرف معاویه رو قطع نکرد، تحمل کرد، خون آمد رو صورتش، رو محاسنش، ریشش. معاویه هم میبینه که سنگ خورده به ای، هیچی هم این نمیگه، به صحبتش ادامه میده، حتی نمیگه که بابا تو سنگ خورد تو پیشونیت، ادامه میده انگار هیچ اتفاقی نیفتاد. صحبتش که تمام میشه، معاویه برمیگرده بهش میگه که ای مثل که پیشانیت خونیه. او میگه که خون کو، کجا، کدوم خون؟ میگه از صورت توی. گفت صورت من؟ نه، برای چی؟ بعد میگه والله اونقدر جذب فرمایشات شما شده بودم، اونقدر این فرمایشات شما شیرین و حکیمانه بود، هر کلمش معدن گوهر بود، چیزایی شما فرمودید در این فرمایشات که از اول تاریخ بشر تا امروز کسی نگفته بود. دیدید اینا که تملق میگن یک مرتبه حرفای چرت و پرت، طرف داره حرفای معمولی میزنه، به خاطر مقامش میگن به به چقدر حکیمانه، چقدر عمیق. بابا حرفای معمولی چرت و پرت دارن، چی چقدر عمیق؟ حرفای معمولی، از این حرفا رو همه دارن تو خیابون بلدن بگن چی؟ نه، کلمات درربار گوهربار فلان. این آدم میفهمه اگر وسطش آخ اوخ کنه، معاویه حال معاویه رو بگیره، بعد حالش رو میگیره. این معاویه شناسه، از نزدیکان معاویه میشناسه ای رو. معاویه میگه عجب، سنگ خورده به پیشونیت، شکسته، خون را افتاده، تو نفهمیدی؟ میگه آقا والله، والله قسم،
به ریش مبارک. من اصلا متوجه نشدم. به مقدسات قسم میخوره میگه تا شما نفرمودید که پیشانی من خونی شده و خون من خودم ندیدم، من اصلا متوجه نشدم سنگ خوردم. معاویه میگه سهم ماهانه چقدر میگیری از بیت المال؟ میگه اینقدر. میگه سه برابرش کنید. کسی که اینجور فانیست در مقام خلافت، اینقدر حق طلبه، اینقدر مجذوب حقه که اصلا نفهمیده سنگ خورده، این آدم با بقیه مساوی نیست. سهمش از بیت المال سه برابر کن. هر کس تملق میگفت، هر کس که چاکرم نوکرم میگفت، هر کس حرف اینا رو بدون هیچ سوال و انقلتی تکرار میکرد و بازتاب میداد و صداشو کلوف میکرد همونا رو میگفت، این شهروندتر بود، حقوقش بیشتر بود از بیت المال، بیشتر مورد توجه و احترام بود، سهمش بیشتر میشد. و حتی دیگه معاویه به حسب و نسب هم خیلی گاهی کار نداشت، چون عرب قبل از اسلام هم همینطور، بعدش هم همینطور، و متاسفانه گاهی در حد تعصب قبیله ای خیلی فکر میکردن. هنوز تا همین الانش هم دیدید میگن الامه عربیه، نمیگن الامه اسلامیه. اکثرشون نمیگن امت اسلام، میگن امت عربی. هنوز هم یه حالتی هست در بعضیاشون. ولی در این حال معاویه وقتی میدید افرادی هستن که به دردش میخورن برای قدرت، مراعات حسب و نسب هم خیلی نمیگرد. مثلا بعدها این یوسف ابن عمر ثقفی که زمان مروانی ها عبدالملک و اینها حاکم عراق شد از طرف همین بنی امیه، این آدم بود به لحاظ جسمی کتوله بود ولی فوق العاده خشن و بیرحم و وحشی، خیلی خون ریخت. در روایات نقل شده که اگر این به کسی شک میکرد، ای یا دستگاه اطلاعاتیش و امنیتیش، تحقیق نمیکردن، سوال نمیکردن، فوری میزدن. یعنی باید کاری کنی که شک هم بد نکنه. این قدش کوتاه بود. خواهم میگم یه حاکم دستگاهشون اموی ها چجوری عمل میکرد، وقت علی و حسن و اینها چطور بودن و اینا مردم رو کنترل کردن، مردم عراق رو سرکوب کردن و بعد کل جهان اسلام رو. این قدش کوچک بود، لباس که میخواست بخره یه خیاطی بود، خیاط چند تا خیاط از سر را برداشته بودن برای که گفته بودن اندازه بگیری، و بهش خیاطه گفته بود آقا شما خطتون کوتاه، پارچه زیاد نمیبره. این گفته بود بهم توهین شد، چند تا خیاط رو اینجوری زده بود لتوپار کرده بودن. این خبر به این خیاطه رسیده بود که آقا نباید بگی که قد شما کوتاهه، ای رئیس کله، از هیچ چیزش نباید بگی شما مثلا کمه، اگر بگی که پارچه زیاد میاد حسابت رسیده است. این آمد اندازه گیری کرد، خیاط مشهور شهر بود، خیلی خیاط ماهری بود اینا. گفت که این ازش پرسید که خب چجوریه لباسا، پارچه هایی که آوردیم چجوریه؟ گفت که آقا این لباسا برای شما کم میاد، نگفت زیاد میاد، گفت کم میاد، شما رشید، قد رشیدی دارید و اینا، این لباسا این پارچه کمه، ولی من چون ماهرم هر طور شده ای رو به اندازه تن شما در میارم. این کسیه که زید رو کشت، زید پسر امام سجاد رو شهید کرد، که همین شیعیان زیدی پیروان ایشونن، زید و پسرش یحیی بن زید و اینا که در همین خراسان شهید شدن، که اون سالی که اینا شهید شدن و جنازه شون رو حکومت بردار کشید، نقد شده هر فرزند پسری در خراسان به دنیا آمد نامشو زید گذاشته، یحیی یا زید گذاشته مردم خراسان. این یک همچی کسیه، خیاط بهش دروغ میگه بهش پاداش میده. یه آدمای اینجوری، ببینید این دستگاهی که از اون طرف وانمود میکنه که آزاد اندیشه، از این طرف اینجوری عمل میکنه. و سه چهار تا مورد حالا از این موارد نقد شده که دیگه من همشو نمیخوام عرض بکنم که وقت گرفته بشه. اسمشو نمیخوام بذاریم سیاست مداری امام حسن، چون سیاست مداری یک کلمه است که یک کمی لک برداشته. سیاست مداری به مفهوم پدرسوختگی و نامردی و اینا هم شده. امامی که بازداشت کرده بودن سال 43 شنیدی دیگه، اون افسر سرهنگ رئیس زندان رفته گفته بود آقا شما آخوندی سیدی، برو کارهای آخونده تو بکن، به سیاست چی کار داری؟ سیاست پدرسوختگیه، سیاست بذار برای ما، برو کارهای آخونده تو بکن. امام گفته بود اون سیاستی که پدر سوختگیه مال شما، اون سیاستی که من رفتم سراغش سیاستیه که جدم رسول الله و امیرالمومنین رفتم، اون سیاست هدایت و عدالته. و
بله نمیخوایم کلمه سیاستمدار رو به کار ببریم. یه تعبیری که الان میخوام اینجا عرض بکنم اینه که جریان ضد مکتب توحید، نمیگم اهل بیت، توحید حقیقی که مکتب اهل بیت، اونقدر قوی شده بود و دوباره خودشو بازسازی کرده بود از قبل از اسلام، که بعد از پیغمبر اولا اون شرایط پیش آمده، بعد از هم که امیرالمومنین سر کار آمدن نگذاشته امیرالمومنین اونطوری که میخوان حکومت کنن، مدام امیرالمومنین رو درگیر جنگ کردن. شما فرض کنید حکومت 4-5 ساله امیرالمومنین بدون اون سه جنگ، اگر اون سه جنگ رو تحمیل نمی کردن بر علی چه اتفاقی می افتاد؟ فرصت اجازه ندادن علی ابن ابی طالب به همه وظایفش در برابر مردم، محرومین، تمدنسازی مهندسی شده در شرایط کاملا تحت کنترل، اجازه ندادن که این جنگ هنوز شروع نشده، جنگ اول، اون جنگ تموم نشده، جنگ دوم، اون نشده، از توش یک جنگ دیگه در آوردن، آخرش هم زدن ترور کردن. به امام حسن هم که مهلت ندادن مستقرش اصلا. یک تعبیر داره جناب، بلکه بدونید این جریان همون جریان است که از قبل بود. عمار برای امیرالمؤمنین سردار فرهنگی امیرالمؤمنین باید نامیدش، گرچه رزمنده هم بود. مالک اشتر چقدر نقش داشت توی فرماندهی نظامی و عملیاتی، در فرماندهی سیاسی و فرهنگی و تنویر افکار عمومی عمار نقش مالک اشتر رو ایفا میکرد. یعنی عمار مالک اشتر بود در عرصه بصیرت سیاسی فرهنگی، که مدام به مردم آگاهی میداد که آقا بازی نخوریم، بازی اینا رو نخور، بازی اینا رو نخور. خیلی این تعبیر عمار جالبه که میگه وقتی که جنگ صفین را افتاده، عمار میگه که من یک بار دیگه هم این دو سپاه رو در برابر هم دیدم. میخواد بگه این ادامه همون جنگ، پرچماتون عوض شد. یک عده‌ای در سپاه امیرالمؤمنین دچار شبهه میشن، همین جریانی که بعد به خوارج منجر میشه، که آقا ببخشید ما اومدیم جهاد، جهاد اسلام علیه کفر، جهاد مسلمان علیه مسلمان، دو طرف الله اکبر میگن، دو طرف قرآن دارن، یعنی چه؟ مالک اشتر به لحاظ نظامی در اثر این شبهات فلج میشه. چند صد متری خیمه مرکزی فرماندهی معاویه متوقف میشه. اما ریاست خودشو میرسونه. دیگه این بنبست تحلیلیه، نظامی نیست. این گره رو دیگه با شمشیر نمیشه باز کرد، با خون نمیشه باز کرد، باید با فکر و با تحلیل بازش کرد. اما خودشو میرسونه به اونایی که مسئله دار شدن، شک کردن، میگه که یعنی چی میگید اینا هم نماز میخونن، اونا هم نماز میخونن؟ یعنی چی میگید این طرفم قرآنه، اون طرفم قرآن است؟ به خدا سوگند من در جنگ دیگری همین دو پرچم و همین دو دسته را در مقابل هم دیدم. این پرچمی که امروز علی ابن ابی طالب زیر آن قرار گرفته، درست همین پرچم در مقابل آن پرچمی بود که امروز معاویه زیر آن ایستاده است، و آن جنگ بدر بود، جنگ بدر بود. عمار میگه شماها یادتون رفته جنگ بدر رو؟ یادتون رفت که همینا اونور بودن و اونایتون که جوانید نبودید نشنیدید که در جنگ بدر همین ابو سفیان و بانده اینا بودن در برابر اینا ایستادن؟ فرمانده ای طرف، جلودار ای طرف علی ابن ابی طالب بود، جلودار او طرف، فرماندهان او طرف همین ابو سفیان و اینا بودن. منتها اونا حالا اون موقع زیر پرچم لات و عزا و هبل می جنگیدند، حالا همونا میگن یا الله الله اکبر، حالا همونا پرچم رسول الله رو بردن بالا. این علی همون علی است و اون معاویه همون معاویه است. بازی نخورید. در جنگ بدر همین دو پرچم، پرچم بنی هاشم و بنی امیه با هم جنگیدند، زیر این پرچم رسول الله بود، زیر آن پرچم پدر همین معاویه و خودش و اینها بودند. این دو پرچم همان دو پرچم است. فریب نماز، ظاهر صوت نماز و ظاهر قرآن را نخورید، بازیتون ندن. این تعبیر خیلی مهمه که امام حسن علیه السلام به مردم حالی کردن. حالا اون نکته که میخواستم بگم روایت اول فراموش کردم، امام حسن به معاویه جلوی جمع میگن که تو یادت معاویه بابات آخر عمری کور شده بود، جایی رو نمیدید، حسین ما کودک بود، ابو سفیان به حسین گفت که منو میبری سر قبر
حمزه، شهدای احد و اینا. حسین ما فکر کرد که خوبی میخواد بره سر قبر شهدا، حالا توبه کرده میخواد بره عذرخواهی کنه از شهدا و استغفار کنه و اینا. گفت بریم. آوردش به حسین ما که کودک بود، گفت که منو ببر سر قبر حمزه. حسین بردش سر قبر حمزه، گفت دور و بر کسی نیست. خود امام حسین حساب نکرده بود. حسین گفت نه، پاشو کوبید رو قبر حمزه، به حمزه گفت که خوردی بخور، دیدی کشتیمت، همتون رو زدیم، ولی دوباره قدرت به دست بنی امیه بازگشت و باز میگردد. یا او جمله‌ای که ابو سفیان داره، چشماش نمیبینه، تو یک جمعی به اطراف نگاه میکنه میگه همه خودی هن. میگم بله، زمانی که زمان خلافت خلیفه سوم که اموی ها برگشتن در قدرت، میگه که غیر از خودمون کسی نیست اینجا، همه خودی هن. میگم بله. میگه که تلقفوها تلقف الکره، میگه قدرت با قدرت مثل توپ بازی کنید، به هم دیگه پاس بدید، دست به دست کنید، دیگه نگذارید از دست ما خارج بشه. وحی و توحید و فرشته وحی آمد و اینا چیه؟ خدا با حرف زده، خدا بیاد با این حرف بزنه بین این همه آدم، همه رو بازی داد. هر چند وقت می آمد می گفت خدا با من سخن گفت، چنین گفت، همه خر شدین باور کردن. خدا چیه؟ پیغمبر چیه؟ فرشته وحی چیه؟ کلاه همه تونه برداشت، یه کاری کرده، هر جا اسم خدا رو میبرن اسم اینم میبرن کنارش، همش کشکه، دیگه نگذارید از دستون بیاد بیرون. اونجا هم امام حسن به معاویه میگن یادته وقتی که این حرف رو زدی، حسین دستتو کشی کند از دستش، از دستت خارج کرد و تو رو ولت کرد وسط بیابون و آمد و تو کور بودی و اگر پیدات نمیکردن همونجا گم شده بودی، مرده بودی. که حسین آمد گفت این مردک به شهدای احد توهین کرد و ولت کرد، تو هنمونی. اینا کیه این حرفا رو داره میزنه امام حسن؟ بعد از قطعنامه 598ه، نه قبلش، اینا بعدشه، بعدی که قدرت دست معاویه افتاده ظاهرا داره این حرف رو میزنه. چند تا نکته نتیجه گیری. یکی همین که عرض کردم، جریان مخالف در زمان امام حسن پیدا نشد، از قبل بود، ریشه در قبل از اسلام داشت. اینا همونایی بودن که در بدر و احد جنگیده بودن، این دفعه با پرچم و ظاهر اسلام آمدن. اینا در زمان حتی اسلام هم به وجود نیامدن، قبل از او بودن. اینا بعد در زمان خلیفه سوم به خصوص محور اصلی قدرت رو در دست گرفتن. ولی این همون جبهه‌ای بود که پیش از اسلام در چهره دیگری می‌جنگید، با شعارهای دیگری می‌جنگید با اینا. حالا به شکل اسلامی دوباره بازسازی شده و تجلی کرده. زمان امام حسن علیه السلام دیگه به اوج قدرت رسید و توانست جبهه توحید رو از قدرت حذف کنه، بکشه پایین. و الا در تمام این دوران حضور داشت. اینا همونایی بودن که نذاشتن علی درست حکومت کنه، اینا همونا بودن، اینا همونایی بودن که بعدن کربلا رو به وجود آوردن. یک نکته دیگه اینه که صلح حسنی جنگ حسینی، این تعبیر غلطیه. اینه بعضی ها اینجوری حرف میزنن که انگار امام حسین اصلا روحیش جنگی بوده، امام حسن روحیه شخصیش صلحی بوده. این توهین به اهل بیت و اینه که مثل که مسئله به مزاج و روحیات شخصی و خوشامد شخصی و اینا مربوطه. صلح امام حسن صلح حسنی و حسینی است. صلح امام حسن صلح حسینی است. اونجا امام حسین کنار امام حسنه و امام حسن هم پای این صلح ایستاده. بعد از این قضیه بعضی از شیعیان که بعضیاشون شعارچی بودن، بعضی هم جوزده و افراطی و سطحی بودن، یه عده آمدن به امام حسن توهین کردن. حتی جناب سلیمان سرد خزائی که بعد هم جز توابینه و به شهادت میرسه در برای انتقام کربلا، ایشون نقد شده آمد به امام حسن گفت السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام ای آقایی که مؤمنین رو ذلیل کردی. امام حسن علیه السلام یه آیه قرآن رو خوندن براشون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما تدری لعله فتنة لکم و متاع الی حین. چه میدونی قضیه چی بود؟ بسا که این یک فتنه ایست، اولا یک فتنه و آزمون ایست برای شماها،
یک فرصت موقتی است برای اونها، یک سهمیه موقتی از دنیا به اینا رسید، اما یک آزمون بزرگی بود و هست برای حفظ اسلام و حفظ مسلمین. اینم پس یک نکته که امیرالمؤمنین علیه السلام هم مگه به جای امام حسن بود همین کارو میکرد؟ مگه خود امیرالمؤمنین با معاویه صلح نکرد سر قضیه حکمیت؟ گرچه اون صلح هم تحمیلی بود، اینم تحمیلی بود. همین معاویه از امام حسن هم قرارداد صلح گرفت با او همه خیانت ها و جنایت ها. بنابراین ما حسنی و حسینی نداریم که هر وقت میخوای شورش کنی حسینی بشی، هر وقت میخوای مثلا سازش کنی نرمش کنی حسنی بشی. نه نرمشش سازش است، نه جنبشش شورش است، یک شورش کور. هر دو حساب کتاب داره. اگر 10 سال بعد از این قضا یا امام حسن بودن، کربلا رو امام حسن فرماندهی میکرد. اصلا اول دفعه هم عرض کردم مقدمات کربلا رو امام حسن ساختند و الا کربلا اتفاق میافتاد اینا همه کشته میشدند، هیچ پیامی هم نداشت، هیچ پیامی نداشت. این کربلا اگر پیامدار شد، معنیدار شد، تا امروز انقلابی در جهان اتفاق، جهان اسلام، جهان شیعه اتفاق نمیفته الا که نام حسین هست، به خاطری که از پیش امام حسن این انقلاب، این قیام رو معنادار کرد. حتی بعضی ها کنایه زدن به امام حسن، اونجا در روایت نقش شده که قمز الحسین. آقا حجر، جناب حجر شهید بزرگ، جناب حجر آدم کوچکی نیست، صحابی رسول الله، جزو یاران خاص امیرالمؤمنینه که بعدم به دست معاویه شهید میشه. حجر حتی نسبت به امام حسن مسئله دار شد، توی جلسه آمد هی پچ پچ کرد، آمد سوال کنه، اعتراض کنه که آقا چرا قرارداد امضا کردی؟ خب هممون کشته میشدیم، چرا قرارداد امضا کنی؟ امام حسین برگشتن به حجر نگاه کردن، قمز الحسین و حجرا. امام حسین برگشتن به یه اشاره تندی بهش کردن که ساکت باش. و بعد بعضی از همین بزرگان اینا آمدن پیش امام حسن گفتن آقا ما با تمام نیروهامون تا شهادت می‌ایستیم، شما این قدنامه رو که امضا کردید قبول کردید این رو لغوش کنید. دو نفر از رهبران شیعه، مسیب ابن نجبه و همین جناب سلیمان ابن سرد، با بعضی از یارانشون آمدن خدمت امام حسن، گفتن آقا ما نیروی زیادی داریم، سپاه از هم پاشیده، ولی ما از خراسان، از عراق، از جاهای دیگه نیروهای فداکار داریم، میاریم شون. این هم جالب توجه، همیشه خراسان ما همیشه یکی از مراکز و تکیگاه های اصلی اهل بیت بوده. این خیلی جالبه، افتخار بزرگیه. همیشه خراسان یکی از پایگاه اصلی بود. آخرش هم میدونید از خراسان رفتن بنی امیه رو سرنگون کردن. سپاه اصلی که بنی امیه رو سرنگون کرد، متأ چون رهبری درستی نداشتن، قدرت رو از بنی امیه گرفتن دادن دست بنی عباس. به اهل بیت نرسید. سلیمان میگه که آقا ما در خراسان، در عراق، در کجا، در یمن نیروهای بسیار مجاهد خوبی داریم، حالا اینا شما قرارداد رو دوباره لغوش کنین تا 20 روز یک ماه دیگه اینا میرسن، ما میجنگیم تا کشته بشیم. اونجا داره که امام حسن فرمودن مسئله به این سادگی که میگید نیست. اونا میگن ما تا شام تعقیب میکنیم معاویه رو. امام حسن میگن بیاد خصوصی با شما کاری دارم. میرن تو جلسه صحبت میکنن، خیلی جالبه ها. وقتی از جلسه میان بیرون، همین سلیمان و همون شخص آرام میان به نیروهاشون میگن که شمشیرها رو غلاف کنید برید خونه هاشون. میگن چرا، چجوری شد شما رفتید امام حسن رو وارد جنگ بکنید؟ او رو چی گفت به شما؟ سلیمان گفت نمیتونم بگم. گفت نمیتونم بگم. مسائل خیلی حاد و پیچیده است. مسائلی هست که شما نمیدونید. ما هم همشو نمیدونیم. خب حالا همین جناب سلیمانی که به امام حسن اعتراض کرد، البته بعد اینجوری آرام میشه، ولی همین برای که شما بشناسید امام حسن چطور شناخت داره. خب وقتی که امام حسین قیام کردن آمدن کوفه، همینا از جمله خود همین جناب سلیمان به امام حسین ملحق نشد. چرا؟ مگه شما نگفتی زمان امام حسن، مگه انتقاد نکردی از امام حسن که آقا چرا قرارداد رو پاره نمی‌کنید، نمی‌جنگید؟ چطور که امام حسین وقتی که نامه نوشید قیام کرد آمد، تو کربلا متوقفش کردن با فاصله کمی از کوفه، کنار کوفه، چرا شما نرفتی ملحق بشی؟ سلیمان نرفت. بعدن که کربلا پیش آمد، امام حسین شهید شد و اینا، بعد توبه کردن اینا. سلیمان شد جزو فرماندهان توابین که اینا همه گریه کردن، استغفار کردن، رفتن توی فرات غسل کردن و گفتن ما میریم تا کشته بشیم و بر نمیگردیم، یا هممون کشته بشیم یا خلافت بنی امیه رو سرنگون کنیم، که خب همشون کشته شدن. 4000 انتحاری شهادت طلب
فرمانده‌ش هم ایشونه که همه شهید شدن. خب بله شما شهید شدی، خداوند شما رو با اولیاء بزرگ خودش محشور کنه، اما ببین وقتی که تحلیل سیاسی درست نداری، زمان امام حسن به امام حسن اعتراض میکنی، زمان امام حسین به امام حسین ملحق نمیشی، اونجا که صلح درست متوجه نمیشی، اینجا که جنگ طرفدار جنگ نیستی، میگی جنگ راه حل نیست، بعد که تمام میشه میفهمی اشتباه کردی، میری توبه میکنی، جزو توابین میری شهید میشی. معلوم میشه ایشون از مرگ نمیترسیده. مسئله نفهمیدن زمان و زمانه و شرایطه. دیر میفهمی، او لحظه ای که باید تو صحنه باشی نیستی، دیر رسیدی. این قضیه. و السلام علیکم و رحمت الله.